در پی دستگیری های کورکورانه در کشور الجزایر سازمان جهانی نفی خشونت مسلمان آزاده با صدور بیانیه ای ضمن محکوم نمودن این بازاش ها خواستار توقف آنها گردید به گزارش شی ووز این سازمان حقوق بشری در بیانیه خود با اشاره به رخدادهای های اخیر الجزایر آورده است ما تحولات سیاسی جاری در الجزایر به ویژه رخدادهای پس از استعفای عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهور این کشور و به قدرت رسیدن شورای نظامی را کاملا زیر نظر داشته و نسبت به پاره اقدامات و رفتارهای نقص کننده حقوق بشر به شدت نگرانیم این بیانیه ادامه داد شورای نظامی الجزایر پس از تحولات این کشور بازداشت های بی سابقه ای را از میان همراهان رئیس جمهور پیشین و وابستگان وی انجام داده که از دیدگاه برخی ناظران این کار با هدف همراهی با ملتی صورت گرفته که در دوره پیش تحت سرکوب بوده و اکنون مشتاق آزادی هستند مسلمان آزاد افزود ادامه این روند میتواند با افزایش خشونت ها همراه شده و مردم این کشور را تحت فشاری دوباره قرار دهد چرا که با نادیده گرفته شدن حقوق قانونی روند محاکمه عادلانه بازداشت شدگان به طور خاصه یا ناخواسته نقض می شود و این قبیل اقدامها چالش بزرگی در برابر دموکراسی نوپایی است که در الجزایر در حال شکل گرفتن است سازمان جهانی نفی خشونت در پایان بیانیه خود از تمامی طرفهای مسئول در الجزایر خاص جانب احتیاط را رعایت کرده و با دقت سابقه دستاندرکاران دولت پیشین را مرور نمایند تا از رفتارهای ضد حقوق بشری به دور بوده و مانند حکومت پیشین به سرکوب و دیکتاتوری روی نیاورند.